کتابی که صدها آیه در آن وجود ندارد و کاملا حفظ شده است چه میگویی؟ که من از دوستان مسلمانم دریافت می‌کنم دیروز قسمتی از کتاب فدایل القرآن را خواندیم که ابن عمر یکی از یاران محمد اعتراف کرد که بسیاری از قرآن گم شده است ابن عمر به مسلمانان اعلام کرد مبادا هیچ یک از شما نگویید من کل قرآن را آموختم زیرا او از کجا میداند که کل اون چیست در حالی که بسیاری از آن ناپدید شده است اجازه دهید او بگوید آن است آموختم یعنی من فقط چیزهایی را یاد گرفتم که باقی مانده است ابو بیت سپس به ذکر دسته ای از آیات مفقود آیات مفقود و سوره های مفقود میپردازد بخوانیم نسل اول مسلمانان در مورد حفظ کامل سوره چه گفتند سی و سه قرآن از آبن آبی مریم به ما از آبن لحیعه از ابالاسود، از آرو بن زبیر از آیشه که سوره احزاب را گفته است به ما مربوط است سوره سی را در زمان پیامبر با دویست آیه تلاوت می کردند، اما زمانی که عثمان ها را نوشت نتامست بیشتر از آنچه امروز در آن از تهیه کند. پس به گفته ی همسر محمد آیشه مادر سوره 33 با دویست آیه تلاوت می شود. اما زمانی که خلیفه عثمان تصمیم گرفت چند نسخه مکتوب از قرآن را توضیح کند مسلمانان فقط توانستند آنچه را که امروز در سوره وجود دارد پیدا کنند سوره 33 از قرآنی که امروز در اختیار داریم شامل سه آیه است حال اگر سوره 33 در اصل 200 آیه داشته اما در قران امروز فقط 73 آیه دارد چند آیه از سوره 33 مفقود است به گفته آیشه 127 آیه از سوره 33 از قران کاملا و معجزه آسان محفوظ مانده است اما بدتر میشه زیرا آیشه ظاهرا داشت به سمت پایین گرد میکرد که میگفت سوره 33 قبلا 200 آیه داره اسماعیل بن ابراهیم و اسماعیل بن جعفر به ما از مبارک بن فضله از ابین نجود از زیر به حبیه اول که گفت ابی به به من گفت چند آیه شمردی یا چند آیه خواندی سوره احزاب هفتاد و دو یا هفتاد و سه پاسخ دادم گفت او با این حال برابر بود با سوره البکرا سوره دو و در اون آیه رجم میخواندیم که من و آیه رجم چیست فرمود اگر زن و مرد بزرگی مرتکب زنا شدند بیدرنگ سنگ سارشان کنید تا هشداری از جانب خداوند باشد زیرا خداوند حکیم است به گفته اوبن قد سوره 33 به اندازه سوره دو بوده است اما آب بن قابی که بود که به او گوش کنیم او با یک صحابی متوسط نیست او آر برار است او استاد است او با استاد قرآن بود و او با گفت که طول سوره سی و سه به اندازه سوره دو بود. سوره دوم قرآن دویست و هشتاد و شش آیه است. الان سوره سی و سه حدود دویست و هشتاد و شش آیه داشت ولی الان فقط هفتاد و سه آیه داره. می توان گفت که به گفته استاد آبی بن قاب بیش از دویست آیه از یک سوره قرآن مفقود شده است. دوستان مسلمان ما چگونه پاسخ خواهند داد؟ خب اون دویست آیه به اضافه همه نسخ شد. آیا دقت کرده اید که قرآن تمام ویژگی های کتابی رو دارد که تغییر یافته و خراب شده است؟ اما مسلمانان برای همه تغییرات و مفاسد دلیل می آورند و سپس می گویند که کاملا حفظ شده است. قرآنی که امروز داریم سوره های کامل و صدها آیه را از دست داده است. چرا اینطور است؟ آه، زیرا سوره ها و آیات قایب نسخ شد. چه می شود اگر قرآنی که امروز داریم حاوی چیزهایی باشد که در قرآن های قبلی گم شده است؟ به عنوان مثال، یاران محمد ابن مسعود تنها 111 سوره در قرآن داشت. او گفت سه سورهی که امروز در قرآن است، قرار نیست در آن باشد. و می شود؟ چه اتفاقی می افتد؟ او هر کس چیزی را که در قرآن امروز هست کنار گذاشت به سادگی اشتباه کرد. ابن مسعود اشتباه میکرد. خب اگر دو تا از قرآن های امروزی را در کنار هم قرار دهیم و ببینیم کلمات عربی مختلف با معانی عربی متفاوت وجود دارد چه می شود؟ او به این دلیل است که قرآن به روش های مختلف نازل شده است. اما این قرایت های مختلف یکدیگر را تحسین می کند. همه نسخه های مختلف از جانب خداوند است. توجه کنید که مسلمانان چه میگویند آنها میگویند که قرآن تمام ویژگی های کتابی را دارد که تغییر یافته و خراب شده است و با این حال به طور معجزه آسایی توسط خدای بزرگ حفظ شده است اما این یک سوال واضح را ایجاد می کند. اگر حفظ قرآن یک معجزه است و با این حال قرآن همه ویژگی های یک کتاب تغییر یافته و مخدوش را دارد چگونه باید معجزه را شناسایی کنیم معجزه اینجا چیست؟ دوستان مسلمان ما میگویند قرآن با کتاب های دیگر فرق دارد. کاملا حفظ شده است و با این حال قرآن همه ویژگی های همه کتاب دیگر را دارد که تغییر کرده و چیزهایی را خراب کرده، چیزهایی را حذف کرده، واژگان مختلف را در نسخه های مختلف. اگر این یک معجزه است، این احمقانه ترین معجزه است. مسلمانان اساساً به ما میگویند که خدا گفت، میدانید چیست؟ قرار معجزه کنم. من میخواهم قرآن را دقیقا شبیه به تغییر و خراب شدن اون کنم حتی اگر کاملا حفظ شده باشه. مسلمانان بدون ارائه شواهد مشخص ادعا می کنن که انجیل و تورات تغییر کردند. چگونه می توانه هر کپی را در سطح جهانی به شیوه یکسان اصلاح کرد؟ آیا با داده های تاریخی که این روند را رو ثابت کند مواجه شده ای؟ من گمان می کنم که شما با چنین مدرکی روبرو نشده ای. اما وقتی قرآن و حدیث را همراه با مقایسه نسخه های خطی تحلیل می کنیم تغییرات در قرآن به وضوح نمایان می شود در حال حاضر 26 نسخه متمایز از قرآن وجود دارد که در سطح جهانی مورد استفاده قرار میگیرد واقعیتی که بسیاری از تصدیق آن امتنا میورزند ضروری است که انتقادی بیندیشین و کورکورانه اطلاعات نادرستی را که درباره مسیحیان و یهودیان منتشر شده است نپذیریم علاوه بر این شایان ذکر است که تفاوت بین ترجمه ها ده های مختلف قرآن و متن اصلی عربی نیز نوعی از فساد کتاب شماست در نهایت به شما بستگی دارد که چه کسی را باور کنید